در اخبار غیر رسمی آمده که شیرین عبادی و یوسفی اشکبری از لیست نامزدها حذف شدند و آقاجری نامزد اصلی دریافت جایزه است. اما ظاهراً در آخرین لحظات نظر برگزار کنندگان مراسم نوبل عوض شده و تصمیم میگیرند جایزه را به شیرین عبادی اعطا کنند. از نظر آنها لازم است که اگر قرار است یک ایرانی جایزه صلح را دریافت کند، بهتر است این فرد یک زن باشد. دریافت این جایزه توسط شیرین عبادی به عنوان یک زن مسلمان میتواند خبری خوب برای مسلمانان باشد. در وضعیتی غیر منتظره او در مراسم اعطای جایزه با ظاهر جدیدی حضور پیدا میکند. شیرین عبادی میره تو یک در واقع مراسم دریافت جایزه صلح نوبل بدون حجاب شرکت میکنه، اونجا دست میده با مجری برنامه موقع در واقع جایزه گرفتن و خب ما متوجه شدیم که انگار یه اتفاقاتی داره میفته که تمام قرار هستش بیاد و افکار انقلابی رو محکوم بکنه. به ما داریم تو فضای سال 82 رو هم صحبت میکنیم و حالا شیرین عبادی باید به ایران برگردد. هفت سازمان فرهنگی سیاسی در بیانیه‌ای از مردم ایران می‌خواهند که در مراسم استقبال از شیرین عبادی در فرودگاه مهرآباد حاضر شوند. 23 مهر ماه ساعت از 9 گذشته. زهرا اشراقی نوه امام و همسر محمد رضا خاتمی با انداختن یک حلقه گل به گردن او دریافت جایزه را به او تبریک می‌گویند. از بین نمایندگان مجلس ششم هم محسن میردامادی، رضا یوسفیان، فاطمه حقیقت‌جو و شهربانو امانی در بین استقبال کنندگان دیده می شوند. یک ایرانی تونست این جایزه رو به خودش اختصاص بده. آقای دکتر سلام. سلام. شما به هر حال فایت افتخار همه بگونم همه ایرانی هست. من از ایرانی هست. برای اولین بار یک ایرانی این کار رو، این افتخار برای ملت ایران آورده. خانم عبادی، کمیته نروژی از شما یک بیوگرافی منتشر کرده و در اون نوشته که شما به نوعی نماینده سکولارها در ایران هستی. آیا موافقی؟ من مسلمان هستم. درباره مستندسازای ایرانی که تو زندان. آقا اجازه بدید. خیلی ممنون. بنیاد نوبل قبل از عبادی به افراد دیگری هم چنین جایزه‌ای را داده است. دیدیم که انگار جایزه سال نوبل یه خود مشکوکه، چون قبل از شیرین عبادی افرادی که جایزه گرفته بودن مثلا انور سادات یکیش بود، یکیش کارتر بودش، یاسر عرفات زمانی که خلاصه تو سازش با اسرائیل بود، اینا دیدیم مثلا بندشون جایزه سال نوبل بودن. اخباری از گوش و کنار در حال دست به دست شدن است. ظاهراً برنامه دفتر تحکیم این است که مراسم‌های را جهت سخنرانی عبادی در دانشگاه‌های مختلف فراهم کنند. آقا شیرین عبادی باید بیاد تو دانشگاه‌های مختلف، ازش تقدیر بشه، اونجا صحبت بکنه و این بره تو شهرهای مختلف، جاهای مختلف و این بوت بشه دیگه. خب کجا شروع بکنه؟ کجا از همه بی در پیکرتر؟ دانشگاه امیرکبیر. طبق معمول اولین دانشگاه امیرکبیر است. شورای صنف دانشگاه مجوز داده. من جزء معدود بچه‌هایی بودم که از اول تا آخر مراسم بودن.
در بین حاضران چهرهای سیاسی مثل حبیب الله پیمان، محمد ملکی و نرگس محمدی هم دیده می شود. وقتی میشون دانشگاه دعوت شد، اون چیزی که ما پیش بینی می کردیم متأسفانه اتفاق افتاد. در پایان از دکتر پیمان خواسته می شود لوح تقدیر دانشگاهیان را به شیرین عبادی اعطا کند. ببین، تمام چیزی که انعکاس خبری پیدا کرد در مورد شیرین عبادی بود که آقا بچه ها دارن نسبت شیرین عبادی اعتراض می کنند. چرا؟ چون شیرین عبادی رفته بالای سن با نمیدونم پیمان و ملکی دست داده. و اما حضور عبادی در امیرکبیر با چالش‌های زیادی همراه می‌شود. درسته هنجار شکنی بود تو سال 82، درسته قبیح بود حرکتش، ولی اصلا موضوعیتش نسبت به صحبتی که شده بود خیلی کم اهمیت‌تر بود. اگر نسل زمان مصدق به ملی شدن صنعت نفت افتخار کرد، اگر نسل انقلاب به انقلاب 57 افتخار کرد، نسل ما هم به شیرین عبادی و جایزه صلح نوبل افتخار میکنند و خوشحالیم که دنیا امروز تلاش ملت ایران برای رهایی از استبداد دینی و تحقق دموکراسی رو به رسمیت شناخته و به حمایت از اون پرداخته. الان یک جریانی داره این شیرین عبادی رو به عنوان یک پروژه معرفی میکنه و میخواد این کار از بهره برده سیاسی کنه و فشارهایی به کشور بیاره تو بحث حقوق بشر و مسئله فمینیسم. اجازه میخوام خانم عبادی رو با یک نظر از نظر فمینیستی، عبادی که فامیل پدرشون هست، خطاب نکنم و شیرین خطابشون. در صورتی که تو خود آمریکا زنه به فامیل شوهرش صدا میشه، حتی فامیل باباش هم گدک نمیکشه. بچه مطلب جمع شدن، گفتم که بالاخره به نتیجه ما باید اعتراض بکنیم و باید اعتراض اون رو بروز بدیم. اولین جایی که بچه ها جمع شدن خیلی خودجوش هم بود، از همه طیف بچه های مطلب جمع شدن مسجد دانشگاه بود. اونا هم اومدن یک تریبون آزادی تو مسجد دانشگاه شکل گرفتش. اونقدر اعتراض سنگین بود که رئیس دانشگاه مجبور شد بیاد. آیا دو تا فهمی فهم بودش مسئول نهادم اومد صحبت کرد، چون این دو نفر کسی بودن که برای این مراسم مجوز صادر کرده بودن. بچه های انجمن هم دویدن اومدن تو مسجد که یکی بهشون تیکه انداخت و بالاخره ما شما رو تو مسجد دانشگاه دیدیم. بهتون خوشحال هستم که بعد از مدتی بخشی از دوستان انجمن اسلامی در مسجد دیدیم. حالا انجمن اسلامی دانشجویانی را در رأس خود دارد که هیچ نسبتی با این تشکیلات ندارند. من بارها و موقع خودم با مسئولای وقت مثلا نهاد رهبری تو دانشگاه ها، آقا تشکل بدیم به اینا، خب به چپ بده، به راست بده، به بالا بده، هر کی میخواد بیا تشکل دانشجویی بده. خب شما نمیدین امکان تشکل که متشکل شدن به اینا، اینا میان تو انجمن صنفی، بعد چه که کار صنفی رو کنن میان کار سیاسی میکنن، میان تو انجمن اسلامی به جای که حرفای مثلا اسلامی بزنه با اون سابقه و دفتکی میان، حالا نهضتش که خوبه میرن مثلا حرفای مارکسیستی میزنن، میان حرف لیبرالی میزنن، میشه اکاد انجمن امیرکبیر بگی متولی مسجد نماز نمیکنش که تو چرا نگیز دادن بزنید بچه‌ها، دادن بزنید شما با بحث این بودش که آقا چرا آخه شما میایید مثلا میخواین ترویج کنید که آقا در مملکت ما صلح نیست، آزادی نیست، زنان نمیدونم به بردگی کشیده شدن. این حرفا اومد زده شد تو مدرسه. آقایونی که ملی‌گرام هستن، علاقه دموکراتیک دارن، جامعه دموکراسی دارن، اینها که هیچ جای دنیا ها حکومت‌های رو دارن. حالا ما هم یه سری به همون چیزایی که خودشون عمل می‌کنن ما عمل می‌کنیم. ایراد داره. قطعنامه حقوق بشر
در اینکه مسئول انجمن خواهش کنه که این سرود عوض کنم و سرود دیگه بذارم و اون شوراها درش در بگیره، این با فرمانه دموکراتیک در اینکه ما در حکومت هستیم سازگار نیست. به احترام سرود ملی ای ایران قیام خواهیم کرد و برنامه رو ختم می‌کنیم. متشکرم. اجازه بدید برنامه‌ای که زنده پخش میشه از این اشکالات هم داره. این هم یک کلام از علی آقای داروزنی بود دیگه. شما میتونید خودتون شروع کنید تا نوار بهتون برسه. همه ناراحت شده بودن. خب معنی نداشتش که یه مشخص بوده داشتن سوء استفاده میکنن از این فضا. بسیاری از دانشجویان بسیجی به صراحت اعتراضشان را بیان میکنند. دوستانی که میان اینجا پرافکنی میکنند، من تقاضا دارم رفتارهای انسانی کنیم. دین نداری من خودم عرض میکنم، خودم میگم به هیچ وجه تغییر و حقوقی مطرح نیست. دین نداری راحت آزاد باشید. این نمیخواد دانشجو دینی نمیخواد، دانشجو شدن ها بیان یک تیون آزاد دومی رو خودشون سن دانشگاه برپا بکنن نسبت به این اعتراض اولیه که بچه مذهبی کرده بودن. میخواستن در واقع مثلا بچه باسواد خودشون بیارن، مثلا جواب ما رو که نتونستن تو مسجد بدن و بیان تو تیون دوم بدن. ما دانشجویان پلیتکنیک تهران با حضور خود در این مراسم ثابت کردیم آنچه سالهاست به بسیج دانشجویی نسبت داده می شود از تریبون انجمن مجددا گفته می شود. متذکر می شود بسیج دانشجویی نهادیست شبه نظامی و 100% انتصابی و وابسته به یک نیروی خارج از دانشگاه، بنابراین حق دخالت در امور دانشجویی را ندارد. یکی از این بچه ها خودش به من گفت در پاسخ این اعتراض من که آقا کجا آروم کجا داریم میریم یا حرفات چیه بعضن مثلا داریم میزنین شما و اینا، در پاسخ اعتراض من یکی حالا معروف هم من نمیخوام اسمشو ببرم که کی گفتین، آقا اینقدر فضای دانشگاه تند شده هر چی میگی یکی یه خال بالاترش رو میکنه، یعنی ما اگر حرفای اینجوری نزنیم اصلا ول متریم، اصلا کسی سلاممون علیک نمیگیره تو دانشگاه. در این شرایط سیاسی جدید اگر دانشجویی بخواهد در رأس انجمن اسلامی باشد باید با جریان‌های تندرو همراهی کند و حرف آنها را بزند. این دین از نظر ما اصلا دین نیست. این دین دین اجبار است. دین اجبار تنها نتیجهش همین میشه وقتی که جمهوری اسلامی شده. پرورش ریاکاری، شکل‌گیری پوسته دینداری و در پسش فسق و فجور و تقوایی که در پناه این دینداری در حال انجامه. ما معتقدیم اگر قرار است کسی واقعا دل هم بسوزونه برای دینداری باید از گسترش آزادی بیان و همینطور آزادی های اجتماعی از منظر خودش هم که شده دفاع بکنه. یعنی اگر من باشم تا وقتی وجودشو ندارم که تشکیلات خودم را بندازم و این رو مطالبه بکنم، با مطالبه گری بگیرم، از حلقوم حاکمیت بکشم بیرون این حقو، من نمیرم انگل یک کسی دیگه بشم که اون مثلا میتونه حرف بزنه، من مثلا 20% حرف منم میزنم برم پشت اون با تابلوی اون بیام. مثلا من میفهمم یکی بیاد آستین کوتاه بپوشه فلان، خب میفهمم یکی بیاد حتی یه روز یکی بیاد کراوات بزنه من میفهمم، ولی یکی بیاد نماز نخونه من نمیفهمم یعنی چی. تو انجام یکی بیاد مثلا نماز نخونه، با
خب از مثال ساده شده میزنم، یا مثلا بیا تو مثلا مجموع انجمن اسلامی که تشکل چارچوب داره رسمیه بخواد مثلا استراتژی مثلا براندازی بگه همه حرفا رو بزنه، نمیفهمم. ما می‌خواستیم از مراسم اونو فیلم بگیریم و تیم واضحیم فیلم بگیریم و اصرار هم داشتیم فیلم رو بگیریم. مادر لومپنبازی دارن که نه ما نمیذاریم و این حرف هم تو کتمون حرف زور نمیره. قول داری واضح فیلم رو گرفت. حالا این سجا خودش که تو فیلم هم هست، این سیزگم زبس شده ها که اومدن رو نمیذاریم و ما هم زیرنگی کردیم فیلم رو دورین روشن کرده بودیم، سر دورین پایین بود ولی داشتیم صداش رو زبن میشه. آقا شما مصمم هستی که فیلم برداری کنی از این سیستم؟ آقا شما داری برنامه تو قانون داری عوام میکنی مثلا دو مرد دقیقا داری چی ما باید؟ داری گفت برنامه تو قانون داری عوام میکنی خب؟ نه گوش کن گفتم ای خب ما رو بزنی آقا استقبال میکنم دوربینه بده به من دوربینه گفتم تو کت خودم گذاشتم کی جرأت داره میخواد به سر من برسه دوربین از من بگیره من دوربینه برداشتم گذاشتم دوش گفتم حالا بسم الله هیچ کی هم نمیخواد تکی حرف بزنه. در پایان هم از این دوست عزیز میخوام که بپرسم این فیلمش که پخش میشه. مرسی. تشکر میکنم از آقای آرمون. فیلمش امشب در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران پخش میشه. برنامه آخراش بودش که من منتظر بودم مثلا برنامه تموم شه، مثلا من درم یه خواستم یهو دیدم 4-5 نفر ریختن سر برنامه برای ماست، ما اجازه نمیدیم. شما داشت همون این ماست، ما اجازه نمیدیم. حالا اتفاق خوبی که افتاده بودش که دورو دو دستان گیر کرد، دورو دستان گیر کرد، اونا بکش من بکش، اونا بکش من بکش، جمعیت هی لحظه به لحظه اضافه شد. بچه بسیج و بچه اونا و اونا اصرار داشتن، یعنی بس حیثیتی شده بود دیگه، این دوربین از ما باید میگرفت. دو دقیقه نشد که یکی از بچه بسیج اومد که ماشاءالله ورزشکار رو این کرد تماما بود، اومد این وسط یا علی گفت جمعیت رو ریخ کنار، باعث شد که ما یه لحظه دست اونها از دوربین بیاد کنار و این دوربین تو دست من بود که دیگه ما سریع خودم رسونیم به دفعه بعد اونها بند خدا دیگه دست با درازتر رفتن زد کارمشون، ولی یه درگیر خیلی مشتی اونجا رخ دادش. اما این پایان ماجرا نیست. ظاهراً دانشگاه گردی شیرین عبادی ادامه دارد. مقصد دوم دانشگاه از زهرا است. جایی که زهرا رهنورد ریاست دانشگاه تلاش زیادی برای حضور او در دانشگاه کرده. او قبلاً هم تلاش زیادی برای آوردن چهره‌های سیاسی به دانشگاه را داشته است.
مجبور شدم رفتم از در پشتی دانشگاه، دری که هیچ وقت باز نشده بود، از یک دری و ایشون رو وارد دانشگاه کردن که ما اصلا هیچ وقت ندیده بودیم این در باز بشه. برای ایشون این در رو باز کردن، از اون در ایشون رو آورده بودن وارد آمفی‌تئاتر کردن و از اون ور یکی از بچه های بسیج که داخل آمفی‌تئاتر تونسته بود بره، این اومد در آمفی‌تئاتر رو باز کرد. با این فشار جمعیت توی آمفی‌تئاتر در واقع پرت شدن بچه‌هایی که اونجا بودن. و یه کاری که کرده بودن و خیلی عجیب بود این بود که اینا دستاشون رو گرفته بودن، به جای اینکه مثلا این بچه‌ها رو به سمت عقب آمفی‌تئاتر هدایت کنن، گرفته بودن به صورت حلقه وار جلوی خانم عبادی که کسی به ایشون مثلا، و ما هی میگفتیم بابا بذارین ما بریم مثلا، یعنی جلوی حتی ورود به سمت انتهای آمفی‌تئاتر هم گرفته بودن. من خودم اونجا مثلا با یکی از بچهای انجمن صحبت میکنم که بذارید من برم انتها، مثلا با شما کاری ندارم، میخوام برم انتهای آمفی‌تئاتر. و اونا منم اون کسی که اونجا بود نمیشناخت که مثلا من مسعود بسیجم، و شونه منو گاز گرفت، انقدر بد گاز گرفته بود، یعنی یه جوری گاز گرفت که ولم نمیکرد گاز گرفتنو، که من بعدا یعنی قشنگ خون اومده بود شونه من، خیلی عجیب بود این کارشون. و اونجا چادر من از سرم کشیدن، روسریمو کشیدن از سرم، یعنی خیلی. و خب یکی دو تا خبرنگار مردم توی خب خود سالون بود و من خیلی ناراحت شده بودم، واقعا اصلا نمیفهمیدم این کارهایی که میکردن، فقط برای اینکه اون جو یه جوی باشه که هیچ مخالفتی توش نباشه، فقط تجلیل باشه. و خب واقعا اصلا این قولی که خانم رهنورد داده بودن که نه مراسم بیاید شما مخالفتتون رو بگید، اصلا این همچین فضایی ایجاد نشده بود. به این سمت هدایت شد که این خانم رفت داخل تأسیسات دانشگاه و بچهای بسیج بهشون میگفتن بابا این خانم رو بیارید ببرید از دانشگاه بیرون، مگه نمیبینید حساسیت وجود داره؟ ایشون رو یک ساعت توی اون تأسیسات نگه داشتن، احتمالا هی فکر میکنن بالاخره این جمعیت متفرق میشه و این تجلیل بالاخره انجام میشه. یک ساعت این خانم اونجا بود، نهایتا خود بچهای بسیج دستاشون حلقه کردن، این خانم رو به سلامت از دانشگاه بردن بیرون.